دوستای عزیز سلام خدا کنه در کمال سلامتی و شادابی باشین و با خانواده های عزیز و گرامیتان روزها و شبها را به خوبی و خوشی سپری کنین خوشحال هستم باز هم یک داستان زیبایی دیگر را بر شما به خانش میگیرم داستان که این دفعه براتان میخوانم کابولی والا نام داره و یکی از آثار رابندرنات تاگور نویسنده هندی است. به ببینیم شناسنامه کتابه که در مورد کتاب چی معلومات میدم شناسنامه کتاب نام کتاب کابولی والا نویسنده رابندر ناتاگور نگارگر مایتلی جوشی برگردان عبدالرحیم احمد پروانی ناشر دیجیتالیزی از کتاب کتابخانه درخت دانش است صد خانش چار تاریخ نشر اول اقرب 1402 خورشیدی که میشه مطابق 22 اکتبر 2023 میلادی و مجوزش هم کریتیو کامنز است یعنی قابل خرید فروش نمی باشه و رایگان است این کتاب از پایگاه استوری ویور کمیونیتی از زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه شده ولی میریم کم درباره نویسنده صحبت میکنیم و یک کمک هم درباره داستان میگیم و سپس خود داستانه براتان میخوانم توجه کنین دوستای عزیزم من درباره نویسنده رابندر ناتاگور به تاریخ افتم مای می سال 1861 میلادی در یک خاندان برمن هند در بنگال به دنیا آمد. پدرش دبندر تاگور و مادرش سارا دا دیوی نام داشت و شاعر، نویسنده، نقاش، نمایشنامه نویس و آهنگساز بود. رابندر ناتاگور در سال 1913 جایزه نوبل دریافت کرد. در سال 1915 فرماندار انگلیسی هند نشان مشهور شوالیه را به او داد اما تاگور نشانه در اعتراض به کشتار جالیان والاباغ در امرتسر هند صورت گرفته بود در سال 1919 توسط انگلیسا در اعتراض به او جریان این نشان دوباره به دولت انگلیس مسترد کرد رابندرنات تاگور شاعر و نویسنده مشهوری بود او در معرفی فرهنگ هند به نقش بسیار زیاد و مهم داشت این کار رو منجر به تاسیس دانشگاه وشوا بهارتی در شانتینی کیتن شد چیترا میلیگرایی کودکی من در هند کشتی شکسته اشک نهان و گیتانجیلی از آثار و تاگورن که به زبان فارسی نیز برگردان شدند درباره داستان کابلی والا که در سال 1892 به رسید از آن زمان تا کنون به یکی از نمادین ترین داستانهای های کوتای را بندر ناتاگور شناخته میشه این داستان روی مینی دختر کوچک و دوست بسیار بسیار بزرگ او کابلی والا می چرخه و کابلی والا مردی است که از کابل به هند آمده و مصروف فروش میوه خشک و قرض دادن پول است. تاگور در حالی که در دا داستان روی عشق بودن حد و مرز بین دو دوسته که هیچ گونه سانی با هم ندارن تمرکز میکنه به احساسات نیک و فرامیلی قلب یک پدر و گذشت زمان نیز میپردازه تشکر از توجهتان دوست عزیز بیاین کال این معلومات گرفتین بریم اصل قصه رو بخوانیم دختر پنج ساله من حتی یک لحظه هم نمیتواند ساکت بماند او در یک سالگی روان شیوا و عرف زدن را شروع کرد. از آن پس هر زمانی که بیدار بوده است حتی یک دقیقه را هم بر حرف زدن از دست نداده است. مادرش گایی با سرزن شورا را می سازد اما من نمی توانم این کار را کنم. اگر او خاموش باشد عجیب به نظر می رسد. از این سبب صحبت های ما همیشه با هیجان ادامه دارد. از این سبب صحبت ما همیشه با هیجان ادامه دارد. کابولی والا دختر پنج ساله من حتی یک لحظه هم نمیتواند ساکت بماند او در یک سالگی روان شیوا حرف زدن را شروع کرد از آن پس هر زمانی که بیدار بوده است حتی یک دقیقه را هم برای حرف زدن از دست نداده است مادرش گاهی با سرزنش شورا را می سازد اما من نمیتوانم این کار را کنم اگر او خاموش باشد عجیب به نظر می رسد از این سبب صحبت های ما همیشه با هیجان ادامه می آبد. صبح یک روز من در حال نوشتن فصل هفدهم داستان جدیدم بودم که مینی دخترم وارد شد و شروع کرد. بابا در آزوان ما رامادیال هیچ چیزی را نمی داند. او بزاخ کاوا می گوید. او چیز را یاد ندارد. درست است؟ قبل از اینکه که به درباره ای که, که زبانهای زیادی در جان وجود دارد صحبت کنم او موضوع صحبت را تغییر داد و گفت میدانی با میگفت می گفت که وقت فیلا با خرتوم خود آب را پاش می دهند باران می شود او خدا با اولا بیهوده می زند او فقط گپ می زند گپ می زند او شب و روز فقط گپ می زند او منتظر نظر من در این باره نشد و پرسید بابا مها برای خودت چی میشه؟ خش نیم در زینم چرخید اما در ایواز گفتم مینی برو بازی کن او در حالی که نزدیک پاهای من در کنار میز تحریرم نشسته بود با استفاده از دستا و زانوهایش با بازی اکدوم با اقدم با ریتم تند شروع کرد شب تاریکی بود و من در حال نوشتن فصل افده همه داستانم بودم قهرمان داستان من پراتاب سنگ با کنچن مالا از پنجره بسیار بلند بر اتخانه که در زیر دیوار زندان بود خیز میزد اتاق من نزدیک جاده بود ناگهان مینی بازی اگدوم باگدوم را توقف داد و در حالی که صدا می زد کابلی والا او کابلی والا سوی پنجره دوید کابلی والای قد بلند در حال که لباس گشاد چرکین بر تن و دستار به سر داشت و خریطه بر شانه داشت آیسته از کنار پنجره ما می گذشت. من نمی دانستم چرا دختر من با دیدن او چونین هیجان زده شده است و او را با چونین شادمانی صدا می زند. من فکر می کردم که حالا این جنجال با خریته خود می آید و من نمی توانم نوشتن فصل افده هم داستان خود را ادامه بدهم. اما وقتی او صدای مینی را شنید با به او نگاه کرد و سوی خانه ای ما روان شد. مینی به داخل خانه دوید و اعتقاد تقریبا خرافاتی داشت که این مرد در خریته خود چند دختر مثل او را پنهان کرده است. کابلی والا با با من احوال پرسی کرد در حالی که پراتاپ سینگ و کنچن مالا قهرمانان داستان من در وضعیت دشواری قرار داشتند اما حالا که او را به خانه دعوت کرده ایم خوب نیست که چیزی از پیشش نخریم من کمی میوه خشک از نزدش خریدم سپس درباره چیزهای مختلفی گپ زدیم درباره عبدالرحمن روسیه قانون امنیت مرزها و غیره هنگام رفتن او پرسید بابو دخترتان کجا رفت؟ من مینی را از داخل صدا کردم تا ترس پایش را بشکنانم. او با شک و تردید به خریطه او خیره شد. کابولی والا از خریطه اش مقدار کشمش بیرون آورد و به مینی پیش کرد. او به هیچ وجه قبول نکرد و در عوض زانوهایم را با شک و تردید زیاد در بغل گرفت. اولین معرفی آنها به این شکل انجام شد. چند روز بعد وقتی من از خانه بیرون می شدم مینی را دیدم که در حالی که روی درازچوکی نزدیک دروازه خانه نشسته است بدون وقفه با کابلی والا صحبت میکرد. کابلی والا در حالی که روبروی مینی چارزانو نشسته بود با لبخند به گپهای او گوش می داد و اگر فرصت می یافت با بنگالی شکستش ابراز نظر میکرد. مینی در طول پنج سال عمر کوتاه خود و جز از پدرش هیچگاهی چونین شنونده سبور و ساکت را ندیده بود. من دیدم که کابلی والا کشمش و بادام زیادی برای او داده است من از کابلی والا پرسیدم باز چرا مینی اینها را دادی دیگر چیزی برایش نده سپس یک سکه پینجا پیسگی برایش دادم و او بدون محتلیان را گرفت و در خریتش گذاشت وقتی به خانه برگشتم جنجال زیادی روی آن سکه پینجا پیسگی به وجود آمده بود مادر مینی را سرزنش میکرد و از او میپرسید این سکه را از کجا آورده ای؟ مینی می گفت کابولی والا داده است. مادرش می گفت تو چرا قبول کردی؟ مینی در حالی که نزدیک بود گریه کند گفت من نخواستم خودش داد. من داخل اتاق شدم و برای این کور از خطر احتمالی نجات بدهم، با خود بیرون بردم. من متوجه شدم که این دومین ملاقات مینی با کابولی والا نبوده است و تقریبا هر روز می آمد، و برای مینی پسته و بادام میداد و دل کوچک حریس او را به دست می آورد. من همچنان متوجه شدم که آنها بین خود شوخی هم می کنند. مثلا دخترم با دیدن او صدا می زد. کابلی والا او کابلی والا در خریته چی داری؟ کابلی والا با لحن اسرارآمیز اما با میگفت می گفت فیل. اینطور با هم شوخی می کردند. شاید کسی فکر کند که این چندان شوخی با مزه نیست اما اردوی آنها از آن لذت می بردند و در آن صبح پاییزی با شنیدن صدای خنده های سمیمانه یک کودک و یک کودک بزرگسال احساس عالی به من دست می داد. رحمت یعنی کابولی والا همچنان به مینی می گفت دختر کوچک تو هیچ گاه خانه خسر نخواهی رفت. در خانواده های بنگالی دختران از زمان تولد با اصطلاح خانه خسر آشنا می شوند اما از آنجایی که ما روشن فکر هستیم مینی را با این چیز آشنا نکرده بودیم مینی نمی توانست بفهمد که رحمت چی می گوید اما چون گب زدن در طبیعتش بود می گفت آیا تو به خانه خسر می روی؟ رحمت می گفت من خسرم را لط خواهم کرد یک صبح روشن پاییزی بود در زمانهای قدیم در این ایام پادشاه ها نظامی را سازماندهی می کردن و بر فتح سرزمین های دیگر آمادگی من اجگاهی از کلکته بیرون نرفتم اما ذهنم به سراسر سر جهان سفر میکند. احساس می که همیشه مثل یک مسافر در گوشه اتاقم نشستم. ذهنم دایم میل به سفر به دنیای بیرون دارد. به محض شنیدن نام یک مکان یا افراد خارجی قلبم شروع به سفر میکند. کند. من مثل یک سبزه خانگی هستم که از گوشه مشخص شده ای که برایم تعیین کردند به فکر از خانه بیرون رفتنم. بنابراین صبحها نشسته جلو میزی کوچک و اتاق هم سفرهای زیادی با کابولی والا داشتم در هر دو طرف رای کوچکی که از یک دشت میگذرد کوههای بلند و خشن دیده می شود قطاری از شترهای با بارهای بر پشت را می بینم و بازرگانانی که دستار به سر دارند و افراد دیگری که یا پیاده و یا سوار بر شتر در حالی که در یک دست نیزه و در دیگر تفنگی قدیمی را حمل می کنند در حرکتند کابلی والا با صدای گرم خود و زبان بنگالی شکسته درباره سرزمین مادری خود برایم قصه می گفت که گفته هایش در ذهنم نقش می بست. مادر مینی بانوی حساس است وقتی صدای در جاده بر و احساس می کند که مستان دنیا به خانه ما حجوم آوردند. این فکر ترسناک که این زمین پر از دزد رهزن، مار، ببر، ملاریا، کرم، مادر کیکا و سفید پستان است، در این سن البته سن نه چندان زیاد از ذهن او دور نشده است در مورد رحمت یعنی کابولی والا نیست تردیدهای زیادی داشت او همیشه از من میخواست تا تری و جوی ویژه با او داشته باشم با آنکه میخواستم تردیدهای او را برطرف بسازم او همیشه میپرسید آیا کابولی والا دختر ما را من در حالی که این اعتمار را رد نمی کردم اما او را آرام می هر سال در میانه های مای جنوری رحمت به سرزمین مادری خود می رود و این زمان است که پولهایی را که به قرض داده است باید پس بگیرد. برای پول پولهای خود به خانه های وامداران می رود اما حداقل روزی یک بار به دیدن مینی می آید. به نظر می رسد که آنها در سر دارند. روزایی که او صبحانه می آید او را شامها می بینم. وقتی در تاریکی مرد قد بلندی را که عبای و پوشیده می بینید احساس نگرانی می کنید. اما وقتی مینی را می بینم که دویده سویش می رود و با صدای بلند فریاد می زند کابولی والا ای کابولی والا و شخیه قدیمی و بشایی به شروع می شود قلبم از خوشحالی پر می شود. در یکی از صبحها در اتاق کوچکم نشسته بودم و نشته خود را اصلاح می کردم. سه یا دو روز به ختم زمستان مانده بود همه از سرمای استخوان سوز می لرزیدند. شوهای آفتاب که از پنجره نفوذ می کرد و گرمی مدبوعی داشت روی پاهایم زیر میز می تابید. شاید ساعت هشت صبح بود. کسانی که صبحانه به قدم زدن می رفتن در حالی که کلای خود را به سر داشتن در این وقت به خانه برمی گشتند. گشتن. سر و صدای زیادی از جاده به گوش رسید. من دو پلیس را دیدم که رحمت را در حالی که دستایش را بسته بودن با خود می بردند. گروهی از کودکان کنچکاو آنان را تعقیب می کردند. روی لباس رحمت قطرات خون و در دست یکی از پلیس ها کارت خونالود دیده می شد. من بیرون برآمدم. شنیدم که یکی از امسایه های ما از رحمت تکی رامپوری به قصد خریده بود و وعده کرده بود که پولش را بدن می پردازد. اما از پرداخت پول امتناع کرده بود که رحمت را به خشم آورده و او را با کارت زده بود. رحمت به وقفه با او دشنام میداد در این وقت مینی از خانه بیرون شد و صدا زد کابولی والا کابلی والا چیره کابلی والا را لبخند دوز داشتنی روشن ساخت او خریطه ای با خود نداشت پس شوخی همشگی صورت نگرفت مینی پرسید خانی خسرت میری رحمت لبخند زد و گفت بله آنجا میرم رحمت دید که حرفش خنددار نبود دستای بسته خود را به مینی نشان داد کابولی والا به چند سال زندان محکوم شد من او را فراموش کردم ما روزها را با کارای همیشگی سپری می کردیم اینکه چگونه یک مرد کویستانی آزاد سالهای از عمر خود را در حصار دیوارهای بلند یک زندان سپری می کرد به ذهنم خطور نکرد مینی آنچنان دمدمی مزاج است که بانوان پدرش خجالت می کشم و براحتی دوست قدیمی خود را فراموش کرد و نخست با نگهبان اسباد دوست شد و سپس هرچی بزرگتر می شد دوستان دخترش بیشتر شدند. او حتی با اتاق تحریر من دیگر نمی آمد. گویی ما دیگر با هم دوست نیستیم. سالهای زیادی گذشت. پاییز دیگری باز هم فرا رسید. تاریخ محفل روسی مینی تعیین شده بود. او در رخصتی های درگای پوجا ازدواج می کرد. منبع خوشی های من از من دور می شد چنان کلاه درگا از کلاش دور شده بود. آن روز صبح زیبایی بود خوشید پاییزی نورش را که پس از باران موسمی همچون چون طلا می درخشید خانه‌های خانه های خشتی و گلی که در نزدیکی های ما قرار داشتن از روشنی برق می زدن. آواز شهنایی از صبح زود در خانه ما می پیچید گوی ناله های من است که از استخان سینه هم بر می‌خواست خواست و اندوی مرا با نور خوشید پاییزی به اطراف پخش می کرد. سر و صدای زیادی از سر صبح در اولی پیچیده بود مردمان می آمدن و می رفتن کسانی مصروف ساختن سایبانی از شبهای نی در روی حویلی بودن و کسانی چراغهایی را که صداهای دلنشین شرنگ شرنگ را تولید می کرد نصب می کردند سر و صدا را پایانی نبود من در حال بررسی ثبات خود در اتاق تحریرم بودم که رحمت وارد اتاق شد و سلام کرد من در ابتدا او را نشناختم او نه خود را حمل می کرد و نه موهایش دراز بود و بدنش نیز فاقد آن نشاط همیشگی بود از او پرسیدم رحمت چه وقت آمدی پاسخ داد شب گذشته از زندان رها شدم گوی در گوشم به نواختن شروع کرد من هیچگاه قاتلی را از نزدیک ندیده بودم دلم را لرزه فرا گرفت آرزو می کردم این مرد در چنین روز خوش از خانه هم بیرون شود. من گفتم من امروز در خانه کار دارم شما لطفا بروید. او فورا شروع برکت کرد اما لحظات استاد می شد. هنگامی که پیش دروازه رسید پرسید آیا می توانم خوکی را ببینم برای یک لحظه؟ گوی فکر می کرد که مینی کوچک است گوی او حالا هم دوان دوان می آید و فریاد می زند کابولی والا او کابلی والا و صحبت های متایب آمیز خود را شروع می او حتی یک صندوق و مقدار بادام و کشمش نیز برای دوستش با خود آورده بود. امروز ما یک محفل داریم تو نمیتوانی هیچ کس را ببینی. او کمی ناراحت شد. لحظات ساکت استاد شد و سپس مستقیم به چشمانم نگریست و گفت سلام بابو و بعد اتاق را ترک کرد. من با دیدن رفتن او دردی در سینم احساس کردم میخواستم او را صدا بزنم که دیدم خودش دوباره وارد اتاق شد او نزدیکم آمد و گفت من کمی انگور بادام و کشمش برای خوکی آورده هم. می میخواستم پولی برایش بدهم که ناگهان دستم را گرفت و گفت مهربانی کنید و برایم پول ندهید هیچ وقت این کارتان را فراموش نمی کنم. من هم مثل خودت یک دختر خانه دارم وقتی برای دخترت چیزی می آورم به او فکر می کنم. با گفتن این کلمات دستش را به زیر لباس درازش جای نزدیک قلبش برد و که کاغذ کسیف را بیرون آورد. آن را با احتیاط زیاد باز کرد و روی میز من قرار داد. من روی کاغذ نشان یک دست کوچک را دیدم. نه، عکس و نه هم کدام نقاشی روغنی، فقط نقش یک دست کوچک توسط دوده سیاه. رحمت با گذاشتن این کاغذ روی سینهش هر سال به کلکته می آمد تا میوه بفروشد. گویی با دست زدن به اثر دست فرزند کوچکش شهد را به قلب محجورش می ریزد. با دیدن این سحنه اشک به چشمم آمد. در آن لحظه من فراموش کردم که او یک میوه فروش کابولی است و من یک استوکرات بنگالی. من او را مثل خودم بیسی یک پدر می دیدم. این نقش دست کوچک مینی هم را به یادم می آورد. من فورا مینی را از داخل خانه صدا زدم. صدای مخالفت فراوان زنان برخواست اما من با آنان گوش ندادم. مینی در حالی که ساری سرخ بتن داشت و پیشانی خود را با رنگ چوب صندل آرایش کرده بود وارد اتاق شد و به تابانه کنارم ایستاد. کابولی والا با دیدن اون خست کمی عقب رفت و نمی گپ قدیمی خود را تکرار کند. بالاخره با چهره خندان پرسید خوب که خانه خسر میری؟ وقتی مینی رفت رحمت کشی کشید روی اتاق نشست او ناگهان دریافت که دختر خودش نیز بزرگ شده است و او از سر باید با او معرفی شود کی میداند که در این سالها چی به سر او آمده است؟ در این صبح روشن پاییزی در حالی که صدای شهنایی جا پیچیده است رحمت در حالی که در کوچه کوچکی در کلکته نشسته است در ذهن خود به کوههای خشک افغانستان فکر می کند. من مقدار پول برای او دادم و گفتم رحمت برگرد به خانه نزد دخترت خوشی دیدار شما برای مینی نیز خوشبختی می آورد. با دادن این پول به رحمت من باید از خریدن بعضی چیزها برای محفل روسی خودداری می کردم. آنقدر چراغایی که میخواستم دیگر ممکن نبود بخرم و گروه موسیقی را نیز نمیتوانستم به عروسی بیاورم. در خانه زنان ناراض بودند اما یک نور الهی از جای جشن مرا پر از روشنایی ساخته بود. خب دوستان عزیز ای بود داستان کابلی والا که یکی از داستانهای کوتای بسیار مشهور رابندرنات ناتاگور است. امیدوار از داستان خوشتان آمده باشه. با امید سلامتی سرفرازی و کامگاریتان تا تقدیم یک کتاب دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپارم. شما می تانین از کتابخانه درخت دانش دیدن بکنین و کتاب های زیادی بر خواندن سایت وجود داره که به طور رایگان در اختیار شما قرار می گیره.